بچه ها سلام مثل همیشه در ابتدای ویدیو آرزوی سلامتی و تندرستی براتون دارم و امیدوارم کنار کسانی باشید که دوستشون دارید و از بودنشون لذت میبرید خب بچه ها رسیدیم به بخش دوم از درس یازدهم کتاب اکسفورد ورل سکیلز و امیدوارم که ویدیو تا به اینجا مورد پسندتون واقع شده باشه اگر نکته ای بود حتما برام کامنت بذارید چک میکنم و بریم سراغ درس خب بچه قسمت دوم درس راجع به فیچرز هست فیچرز و اکثر اونایی که زبان میخونن فیچر رو به عنوان ویژگی میشناسن اما در اینجا قیافه سیما ریخت یا رخساره میتونه معنی بده خودش هم کتاب اومده اینجا یه تعریف بهتون داده فیچر feature or features an important part of something یعنی بخش مهم چیزی For example, برای مثال Your face, your eyes یعنی صورت شما، چشم شما این از این کلمه حالا بچه ما اینجا یک کلمه داریم تکرار بکنید بعد از من Beard Beard همونطور که میبینید میشه ریش حالا تعریفی که کتاب از این عکس به ما داده این هست خب بچه من یواش میخونم A good looking man with dark curly hair and a بیرد beard. beard گفته یه مرد خوشچهره گود لکینگ میشه خوشچهره با موهای مشکی فر بچه ها دقت کنید که هر کدوم از این صفت ها به چه شکلی اومدن و ریش در عکس دوم سمایل داریم یعنی لبخند بچه ها خنده نمیشه ها لبخند هست سمایل خب سمایل یعنی دقت کنید که من اسمایل نمیگم دقت کنید بعد از من تکرار بشه pretty 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 teenager teenager اس سه اول هست with long blond hair بچه بلند نیست بلوند هیر اند a لوفلی اسمایل بچه کلمه تینیجر به معنی فرد بین 13 تا 19 سال است میگه یه نوجوان خوشگل با موهای بلوند و بچه lovely میشه دوست داشتنی پس میشه یه لبخند دوست داشتنی خب بچه ها برای عکس سوم نوشته a very attractive woman یعنی یه خانم خیلی جذاب with یعنی با بچه straight برای مو یعنی موی صاف و fair hair یعنی موی بلند یا مویی که رگه های بلند داره حالا اینجا میبینید که موی بلند نیست ولی رگه های بلند داره پس fair hair میتونه به این دو چیز اصلاق بشه این هم از این A middle man with short gray hair یعنی یه مرد میان سال با موهای کوتاه جو گندمی در واقع اینجا باید بگیم دیگه فقط بچه دقت کنید که گری با a هم نوشته میشه و در بخش گلاسری بچه ها کتاب بهتون چند تا لغت داده با تعریفاش فیچر رو که همون اول خوندم teenager a person between the ages of 13 and 19 تینیج هم میشه adjective یا صفتش پس صفتش میگیم فلانی تینیجه و معنیش هم میشه فرد بین 13 تا 19 ساله که بهتون معنیشو گفتم فقط اینو نخونده بودم که این بالا پایین نشیم lovely, beautiful or very nice یعنی زیبا و خیلی قشنگ مثالم زده a lovely smile or a lovely dress معنی اول یه لبخند دوست داشتنی اگه با درس معنی کنم میشه یک لباس زنانه دوست داشتنی یا قشنگ کلمه بعدی smile هست smile is also verb خب بچه معنی میشه لبخند حالا اینجا کتاب بهتون توضیح داده که میتونه در نقش فعل هم ظاهر بشه for example he smiled at me یعنی اون به من لبخند زد middle aged about 45 to 60 years old یعنی یه فرد بین 45 تا 60 ساله خب فقط بچه اینجا یه نکته داره for a woman we can say beautiful or very good looking or attractive بچه ها این هم در ادامه همین هست که اومده خط پایین یعنی برای یک خانوم ما میتونیم بگیم زیبا یا خیلی خوش سیما خوش چهره خوشگل یا جذاب For a man یعنی برای یک آقا We usually say good looking or handsome دقت کنید بچه ها دی نداره دی اینجا سایلنت handsome اینجوری تلفظ میشه یعنی یا میتونیم بگیم خوش چهره یا میتونیم بگیم خوش تیپ For girls especially یعنی به ویژه علال خصوص برای دخترها We can say beautiful ما میتونیم بگیم زیبا But we often use pretty ولی اغلب از کلمه پریدی به معنای خوشگل استفاده کنیم خب بچه های از این درس امیدوارم که به دلتون نشسته باشه خیلی خیلی سپاسگزارم که همراه من هستید ویدئوهای پیشنهاد شده مخصوصا بخش گرامر رو ببینید برای جمله سازیتون بسیار عالیه و یه جورای مکمل این کتاب بچه ها برای اینکه زبانتون خوب بشه خیلی خیلی ازتون ممنونم پیج اینستا رو حتما فالو کنید و این ها رو به دوستانتون پیشنهاد بدید تا ویدئوی دیگر بدرود خدا میگه.